فلک را سخت بشکافیم و ترهیم در اندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان را سازیم و بنیادش براندازیم. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درود و حضور همه شما بینندگان ارجمند و گرامی، هموطنان عزیز که هر کجای این جهان برنامه با بزرگان موسیقی مشاهده می‌فرمایید، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. در برنامه امروزمون از یکی از چهره‌های دوست داشتنی، یکی از هنرمندان بسیار خوب، واقعا هنرمندی که همیهنان ارجمند محبوب مردم خودشه، دعوت کردم، دعوت رو قبول فرمودن. الان بنده کنار ایشون نشستم. این هنرمند کسی نیستن جز آقای مرتضی برجسته. درود بر شما آقای مرتضی. خیلی متشکرم. مرسی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارگردان فنی و بینندگان عزیزتون. ان شاءالله که هفته خوبی رو داشتین. من آقای توفیقی وقتی که آرم برنامه‌تون داشت پخش می‌شد، اسمش از با بزرگان موسیقی، من واقعا یه مقدار خجالت کشیدم که اومدم اینجا. من هیچ وقت، چون موسیقی واقعا یک اقیانوسی هستش بی انتها، یعنی هر چقدر آدم میره جلو فکر میکنه که کمتر بلده و کمتر میدونه. و ممنونم که از من دعوت کردین، امروز اومدم اینجا و احساس غرور میکنم که اینجا جز بزرگان بخوایم باشه. قربان شما. نه غیر هیچ وقت نیستم، اختیار دارین. چرا نوی نست جوان رو باید بدونن که شما ها مرتضی جان بسیار تلاش کردید، خیلی زحمت کشیدید و واقعا هم حتی حالا به اونجا خواهیم رسید که در خارج چقدر به خصوص شخص تو چقدر فعال بودی، چقدر زحمت کشیدی و حالا به اون بخش خواهیم رسید که چه تأثیر عمیقی داشتین در جامعه. شما یکی از بزرگانید، شک نداشته باشید. عرض کنم که آقای مرتضی برجسته، ببینندگان ارجمند ما بفرمید، میدونم شاید این سوال خیلی پیش با افتاده ای باشه، معمولا آدم دوست داره بدونه. عرض کنم که چطور شد که به فکر این افتادی که وارد عالم هنر بشی؟ خیلی مختصر بگم، اولا که پدر من زورخونه دار بود. بله بله. و صدای خوبی داشت، تار هم میزد و میخوندش. من 5 ساله بودم که پدر من منو به زورخونه برد، دست منو گرفت و منو برد توی گود زورخونه. مثل اینکه از اونجا یک عشقی در دل من، یک نوری روشن شد. این مرشد وقتی که این ضربو میزد، اون صدای ضرب، من به این بچه 5 ساله و پدر من که خب خیلی سرشناس محله بود و خیلی احترام میذاشت، من احساس میکردم که یک وقار عجیب غریبی به من دست داده بود. یعنی یادم هست واقعا اون موقع که منو برد پدرم توی گود زورخونه، هنوزم کامل نشده بود زورخونش، و عشق از اونجا در واقع تو دل من نشست. و وقتی که من مدرسه می رفتم، 7 سالم بود، منو به دبستان گذاشتن، عصرا می اومدم به در مسیر خونه، می اومدم به زورخونه و ضرب رو خیلی دوست داشتم که چاق بکنم و اون میذاشتن اول جلوی آتیش که این پوستش کشیده بشه. اینا من هیچ کس نبود تو زورخونه، میشستم، حتی انقدر کوچولو بودم پشت این ضرب گم میشدم و دوست داشتم. این عشق در اونجا در واقع در دل من افتاد. ولی مسئله مهم برای کسی که وارد کار هنر میشه، اتفاقاتیه که براش میفته و اون اتفاقات اگه برای یک شخصی نیفته، بعد ممکنه که اصلا هیچ وقت وارد مسیر هنر نشه. ولی خیلی ها هستن که این اتفاق براشون میفته و خوشبختانه برای من یکی دو تا اتفاق افتاد که من رو وارد مسیر موسیقی کرد، با اینکه تحصیلات من در یه رشته دیگه ای بود، در معماری خونده بودم و اینا، ولی بیشتری فعالیت زندگی من در زمینه موسیقی بوده. بله، من یادمه خودم اون روزها به خاطرم میاد که وقتی شما به رادیو میمدیم، بعدم خب تلویزیون، البته بینندگان ارجمند خیلی نوجوان بودن، هنوز هم آقای مرسای ما واقعا جوونم، من نمیتونم اینو بگم، ولی خب اون موقع در اوج نوجوانی بودن و ما یه دوستایی داشتیم، آقای مرتضی برجسته بودن، آقای جنتی عطایی بودن، بابک بیات بودن. چه دورانی بود، چقدر برای زندیات بابک روان شاد. بعد این برنامه ها که اجرا می شد، کارهای جدید که ارائه می دادن، نمی دونید آدم وقتی برمیگرده به اون روزها می بینه که
اصلا جو و فضا به گونه دیگه ای بود. اینکه بعضیا معتقدن مرزجا میگن که این کار باید با عشق باشه، واقعا شما با عشق و علاقه خاص شروع کردین. میخوام شما رو ببرم به اون روزا. اوه میدونی واقعا وقتی که برمیگردم من به اون روزهای قدیم، آقای توفیقی من الان که اینجا خدمت شما هستم 46 سال روی صحنم. بله 46 ساله که من به قول قدیمی و خاک صحنه رو داریم میخوریم و خیلی ماجراها تو زندگی من اتفاق افتاده. خیلی ها رو دیدم در این رهگذار، واقعا به خیلی آدم ها برخوردم، خیلی خوبی ها دیدم، خیلی بدی هام دیدم. درست. ولی به هر حال زندگی مجموعی هست از تلخی ها و شیرینی ها، بدی ها و خوبی ها. درست. و مجموعه اینه که امروز بعد از 46 سال که اینجا نشستم، اگر از من بپرسن که اگر برگردی به 46 سال پیش و میخواستی که چی کاره بشی، من باز میگم که همین مسیر رو میخواستم طی بکنم. علتش هم این نیستش که خواننده میخواستم بشم. بله. علتش اینه که رابطه‌ای که من با اجتماع پیدا کردم و با مردم پیدا کردم، نمیدونم در چه شغل دیگه میتونستم این رابطه رو پیدا کنم و این احترام متقابلی که با مردم دارم و این عشقی که من دارم به اونها و احترامی که اونها به من میذارن، من نمیدونم چه جوری میتونستم پیدا کنم. چون فکر میکنم اوج خواسته من این بوده که بتونم از یک احترام اجتماعی برخوردار بشم و الان فکر میکنم در مسیری که اومدم در این 46 سال تونستم یک مقداری از اینو کسب بکنم. واقعیت هم همینه. شما چون کنار مردم بودی مرتضی جان، با مردم هشت و نشت داشتی از همون ابتدا و این بسیار حسن بزرگی است برای یک هنرمند که بتونه کماکان. شما الان 46 سال خودتون اشاره کردید دیگه، در این میدان دارین فعالیت میکنید و خوشبختانه چند تا نسل میشه 46 سال؟ واقعا چهار تا نسل میشه، چهار تا نسل داره میشه. بله ولی هنوز، البته من خیلی بچه بودم شروع کردم. همین رو میخوام بگم، من مثلا تصویری که از شما ما اون موقع خواهیم دید، تازه این بعد از فعالیتتون در رادیو بود که بعد رفتین تلویزیون، خواهیم دید که واقعا نگاه میکنم بینندگان ارجمند خودشون قضاوت میکنم. ولی نکته ای که فرمودین، انسان کنار مردم بودن یه ارزش اعتباری خاصی داره. با. به خود آدم میده. آدم وقتی به اون روزا برمیگرده، کارگردانتون مشاهده عکس رو فوری پیدا کرده. آقای بابک خیلی بازوقن. ببینید خب این چهره نوجوانیست دیگه. آقای صادق نوجوکی رو میبینید. آره. آقای دکتر امیر صبوری جاز میزنه. بله. و آقای محمود کلاری که بله. الان یکی از فیلم برداره خیلی خیلی معروف ایران هست، ایشون داره گیتار میزنه. اینجا من 17 سالم بوده. اینجا فرزین رو میبینید که برنامه مشترک داشتیم با هم. آخی. و اینا خیلی تمام اینا خاطراتیه خاطرات. که بله. واقعا برای من بخشی از زندگی و مرتضی همین خاطراته دیگه. این خاطرات که شما اشاره کردید، درسته که بعضیش ده. تلخه، ولی خاطرات شیرین ده. از یاد نمیره. اون تلخی هم یه ملاحت خاصی داره، اونا میباید میشد. مسئله مهم اینه که ماها، همه مردم دنیا در طول تاریخ همه دنبال خاطراتشون میگردن. بله. مخصوصا الان در یک شرایطی که ما داریم برای مملکت خودمون، درسته. همه دنبال خاطراتمون میگردیم. کما اینکه من یک دونه عکس قدیمی خودم یا بلد. مثلا ویگن یا هر چی که میذارم توی فیسبوک، یهو میبینم کسایی که اصلا اون موقع به دنیا نیومده بودن، درسته. چقدر براشون جالب توجهه که میان دنبال اینا میگردم. ببینید مثلا این عکسو من 30 سال پیشتر با ویگن در کنسرت هوستون گرفتیم. من گذاشتمش اینو توی فیسبوک و باور نمیکنین که چقدر اومدن اینو لایک زدن و مردم. بله. اونایی که دیدن، اونایی که ندیدن، ما همه دنبال خاطراتمون هستیم، دنبال گذشته هامون هستیم که درسته جستجو میکنیم اینا رو. فرض کنین شما یه کنسرت میرین، یه خواننده قدیمی که میاد شاید سالهام آهنگ نداشته از خودش. بله. ولی وقتی که میاد اینجا، مردم به خاطر اینکه برگردن به خاطرات خودشون، تمام این کنسرت رو میرن و پشتیبانی میکنن و نگاه درسته. میکنن و خاطراتشون رو زندگی میکنن. خاطرات تجدید میشه. فوق العاده است دیگه. عرض کنم که بابک جان، من خواهم خواهش کنم، حالا چون از خاطرات صحبت میکنیم، میخوایم یکی از کارها رو بشنویم که من یادم فصل بهار بود، نوروز بود، شما یک کاری از آهنگ شقای حیدری ساخته بودن. محمد حیدری. البته همسفر رو میگی. نمیدونم آهنگ همسفر بودش که
ناصر چشمازر تنظیم کرده بود، شعرش فکر میکنم مال اردلان سرفراز بود، نمیدونم اینو باشه. حالا شما فقط ببینین حیدری همونه، چون یادم اونجا نوشته یه جنگ نوروزی در تلویزیون بود شما اجرا کردید. این آخرین سالی بودش که در تلویزیون ملی ایران برنامه نوروزی ضبط شد که یادش به خیر باشه آقای بهمن فرسی در هر کجا هستش، ایشون کارگردانی اون برنامه رو میکرد و این آهنگ در اون جنگ نوروزی، البته به اضافه تعداد آهنگای دیگه، در جنگ نوروزی پخش شد. حالا اینو با هم میبینیم چی، نمیدونم شاید درست باشه یا نه، بابک جان بر شما اینو میذاره، امیدوارم همون که من گفتم باشه. ولی تو شما بهار اینا صحبت میکنین، نه این آهنگ، این شعرش مالی که از شعرهای کلاسیکمونه. نه الان یه ذرهش داره پخش میاد، بذار من الان پخش بکنم بهتون میگم که چی هستش. بله اگه محبت کنین ببینید. خوش آمد گل و از آن خوشتر نباشد که در دستت، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریا 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 که دائم در صدف گوهر گوهر نباشد. غنیمت دان غنیمت دان رو سوی گلستان که گل که گل که گل تا هفته دیگر نباشد. قلعه در کشیده جام زرمی به بخشا بر کسی کش سر نباشد. بله این آهنگ، این شعر مال حافظه، بعد از شعر مال حافظه. آهنگشو خود بهمن فرسی درست کرده بود، فکر میکنم که تصور میکنم منوچه یا ناصر چشم‌گذرم تنظیم کرده بودن. این دقیقا همون شویی هستش که آخرین سالی بود که در تلویزیون ملی ایران شو نوروزی ضبط کردن و بعد از اون دیگه متاسفانه این اتفاقات در مملکت ما نیفته. برای یکی از برنامه های جنگ نوروزی بود، درست میگید، یاد آقای بهمن فرسی به خیر. همچه شخصیت های این موقع واقعا همکاری میکردن. آدم وقتی این نام ها رو عرض کنم که میخونه یا میشنوه در میابه که همین که من گفتم کارها به گونه‌ای بود که مرتضی جان واقعا زحمت کشیده میشد و الان نمونه شما دیم. تازه ما اون دستگاهی اون موقع، موقعی که تلویزیون یادتونه شما میخواستین ضبط کنیم، تازه دستگاهی رنگی آورده بودن و با چه تشکیلاتی. ولی خب واقعا زحمت میکشیدن، گروه خوبی بود، به مردم احترام میذاشتن، به سنت ها احترام میذاشتن. برنامه های نوروز الان خیلی از سنت ها یواش یواش داره از بین میره و مردم، البته آقای تفقی در هر هجوم تاریخی به ایران، مغول‌ها، هر کسی، اعراب، مردم سنت‌های خودشون رو حفظ کردن. بله. و الان هم که هنوز هست، تمام سنت‌ها رو من مطمئنم کامل حفظش می‌کنم. مقاومت مردمه، برای اینکه بله. من همیشه خواستن اینا رو، حتی ما یادمونه، حالا وارد اون بحث نمی‌خوایم بشیم، همون نخستین حمله‌ای که تازی‌ها کردن، یادتونه که ایرانی‌ها جزیه می‌دادن، یعنی پول می‌دادن که مثلا سفره افسین بندازن، مراسم نوروزی برگزار کنم، ولی همواره ایستادم مقاومت مردم. و الانم خب شاهد هستیم که با همه محدودیت ها، ولی جشن نوروز، جشن چهارشنبه سوری، مهرگان به خوبی برگزار میشه. در خارج هم که حالا اونو بحث خواهیم کرد که خیلی در این مورد زحمت کشیده شد. آقای مرتضی، من یادمه اون موقع شماها برای خاطر اینکه از مرحوم جواد بدیع‌زاده یاد کنید، اون موقع در عنوان نوجوانیتون بعضی از کارهایی رو میخوندید. من یادمه یه کاری شما خوندیم با لیلا که اینو قبلا بدیع‌زاده خونده بود. واقعا در همون شو نوروزی که الان یه تیکش رو پخش کردین، ما در واقع سه تا کار خوندیم. بله. از مرحوم بدیع‌زاده که ایشون یکی از کارها خود ایشون هم بود. حضور داره. ببینید ممکنه که الان اگر برای نسل ما این آهنگ پخش بشه یا مثلا یه خواننده الان بیاد
راجب زالزالک بخونه یا مثلا ماشین مشتی ممدلی بخونه یا یه پول خروس بخونه، شاید زیاد جالب نباشه، جذابیت نداشته باشه. ولی وقتی که یک چیزی یک تاریخ پشت سرش هست، یک قدمتی داره، یک کسی اومده برای اولین بار یک انقلابی در موسیقی ایجاد کرده، مثلا همین آقای بدیع‌زاده این آهنگا رو اصلا امکان ضبط در ایران نداشتن، اینا میرفتن در هندوستان ضبط میکردن، اینا میرفتن در آلمان ضبط میکردن، در کشورهای دیگه میرفتن ضبط میکردن و میومدن اونجا با صفحه‌های سنگی بزرگ با اون گرامافونا و اینا در اختیار مردم قرار میگرفته. اینا جزء تاریخه دقیقاً و به خاطر همین بودش که در آخرین سالی که عید نوروز در ایران ضبط میشد روی این مسئله فوکوس کردن و خوشبختانه آقای بدیع‌زاده هنوز در قید حیات بودن. البته بعد از این شو که همسایه ما هم بودن، البته توی قیطری درست روبروی خونه ما میشستن، هر روز من میدیدمشون و متاسفانه بعد از چند سال ایشون فوت کردن و من واقعا خوشحالم و احساس غرور میکنم که تونستم با یک همچین اسطوره‌ای در یک برنامه تلویزیونی بشینیم، با چند تا از همکارای خودمون چند تا از آهنگاشون رو در اون سال زنده بکنیم و اینا الان شما ببینید 32 سال 33 سال از انقلاب 34 سال میگذره و همینا که ما دو مرتبه بازسازی کردیم باز اینه که من و شما الان نشستیم راجع به بدیع‌زاده صحبت میکنیم. درسته واقعا روان شاد باشه. جواد بدیع‌زاده مرتضی جان یکی از هنرمندان رو که خود اشاره کردی، خب دیگه از خاطرات هنرمندان رو که میخونیم اینا با مرحوم سبا سفر میکردن و بعد اونجا مثلا استاد سبا یه شخصیتی که همه هنرمندان مدیون اون هستن، به خصوص نوازنده های بزرگ ویولنمون، او بعضی از آهنگا رو به جواد بدیع‌زاده پیشنهاد میکنه، خود جواد میگه اینا رو بخون. بعد بدیع‌زاده میگه آخه من اینو بخونم یه پول خروس آخه من. بعد میگه آه اتماع آهنگا خیلی خوب بین توده گل کرد. حالا برای اینکه باز نمونه بیاریم میخوایم یک مقدار در همون هلوش باشیم، در حال و هوای اون زمان نوجوانی شما و بعد انشاءالله برمیگردیم به قسمتی که به هر حال دیگه خیلی راجبش صحبت خواهیم کرد، به خصوص فعالیت شما آقای مرتضی در خارج از کشور. ولی بابک حالا میخوام یکی دیگه از اون کارا رو بشنویم، یا آهنگ خوندی با لیلا زالزالک یه تیکه از اونم ببینیم بعد نیست بابک جان، اگر اونم مال همون مرحوم بدیع‌زاده است. بله در اون برنامه من ماشین مشتی ممدلی رو اجرا کردیم به صورت لایو، البته تو خود استودیوی کانال 7 جامجم. و یکی دیگه هم بود که من و لیلا و شهره بودیم که من پیانو میزنم، خود مرحوم بدیع‌زاده اونجا بود، من بدیع‌زاده اونجا در کنار شما عینک زدیم، اونم لایو اجرا شد، اونم لایو یه پول خروس نامه اون ترانه است که مشهور ترانه. ولی اینو با لیلا خوندید، نگاه بکنید ببین هر دو چقدر نوجوان بودن دیگه، جالبه خاطرات تجدید میشه برای خود شما و بسیار از بینندگان ما هم از این کارا خاطره به همراه دارن دیگه. بله اگر آماده بشه حالا اونو با هم میبینیم. هم رو بکنم بخوری خوب میکنی، لب تو جوف میکنی، حسشو توف میکنی، دندونات کن که شد چاره کندیش نمکه، عیالی گشت نصیبم همه چیزش کلکه، زلکه زل زلکه، رستم زل زل زلکه، اگه دست خالی خونه برم من کتکه، عیالی گشت نصیبم همه چیزش کلکه، زلکه زل زلکه، رستم زل زل زلکه. بله
خیلی زیباست این ترانه. خب موقع بدیداد اجرا کرد و کاری که شما کردید، شما موقعی که نوجوان بودید هم از این استاد تجلیل کردید، همین کاراش اجرا کردید. خب اون زمان بسیاری بسیاری لذت بردم. من فکر کنم هنوز هم هستن جوانایی که نانی میبینن، بعضی وقتا من سوال میکنم میگه آقا اون زمان یه همچین برنامه‌هایی در ایران بوده؟ خب بچه ها که ندیده بودن، براشون یه چیزی جالبیه. شما باور نمیکنی که من یک آگهی تبلیغات کاباره شکوفنو رو گذاشتم توی فیسبوک خودم و اینقدر از ایران داخل ایران کامنت های احساساتی نوشتن برای این که واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که واقعا مردم تشنن. واقعا تشنه هستن. یکی نوشته که خدایا ما بنده تو هستیم، به ما یه نگاهی بکن. میبینی؟ خب همینا مرتضی جان، همیناست که در واقع وقتی شما میبینید که مردم این گونه محبت دارن، ابراز علاقه میکنن، این به خود هنرمند یه نیروی میده، یه انرژی میده که آقا یک وظیفه خطیری داره در قبال جامعه خودش. و من فکر کنم که چقدر کار جالبی میکنید با توجه به این تکنولوژی پیشرفته که حالا ارتباطا رو خیلی صمیمانه کرده دیگه. شما اون موقع باید یکی یه نامه مینوشت، شما مثلا تلفن که الان فیسبوک میزنه قشنگ میتونه حتی صحبت بکنه، میتونه خبرها رو بده. اینا فوق العاده است و این نشون میده که مردم ما هنرمندای خودشون خیلی دوست دارن و خیلی بهشون علاقه دارن، به خصوص نسل جوان روز به روز داره آگاه تر میشه راجع به هنرمندان. آقای توفیقی، هنرمندا مخصوصا از رشته موسیقی و سینما، بله، اینا در توده مردم خیلی نفوذ میکنن، در توده حتی درجه سه بیشتر، شاید درجه دو، اینا خیلی نفوذ دارن. واسه اینکه مردم خون رگ حیاتی فکریشون در واقع با همین سینما و موسیقی نشأت میگیره. بله، این هنرمندا قدرتی که دارن متاسفانه، حالا یکم از این پرانتز باز کنیم، سیاستمدارای ما که بعد از انقلاب این همه فعالیت میکردن این قدرت رو نادیده گرفتن. درسته. و اون کسایی که در ایران اومدن متوجه این قدرت بودن که یه جوری میخواستن که این هنرمندان رو و کسایی که در توده مردم نفوذ دارن ماها رو از بین ببرن. و وقتی که الان میپرسی آقا به چه دلیل آخه یه خواننده وقتی که حکومتی عوض میشه دیگه نباید تو مملکتش باشه، دیگه نباید زندگی بکنه، دیگه نباید کاری بکنه؟ درست. به خاطر اینکه از این قدرت اینا با اطلاع بودن و متاسفانه سیاستمدارای ما که در خارج بودن از این قدرت استفاده نکردن. بس. اگر ما کاری کردیم در خارج از کشور فقط رو احساس خودمون بوده، آهنگی خوندیم رو احساس خودمون بوده، با مخارج خودمون بوده و به خاطر عشقی که به وطنمون داشتیم. کاملا کاملا این فرمایش شما به جا معقول درسته، همواره همین بوده دیگه. حالا یه ذره باز ما اومدیم تو حاشیه، من که مرتضی جان ما نگاه میکنیم، شاید چندین بار در این برنامه من اینا رو مطرح کردم، شما به بزرگترین جنبش ایرانی ها که انقلاب مشروطیت نگاه بکنید، ببینید نقش یک هنرمند، آوازخوان، شاعر و خب نوازنده، حالا بوده یا نه کاری به اون ندارم، مثل عارف قزوینی، شما ببینید چه شوری ایجاد کرد عارف. ترانه‌هاش هم شما در دنیا هم نگاه کنید، بله، بوده. در جهان هم همین بوده. یک دونه آهنگ مثلا Don't Cry For Me Argentina چه انقلابی ایجاد کرده، یک خط شعر چه انقلابی میتونسته ایجاد بکنه. و هنر یک همچین نفوذی در توده مردم داره. هنر اصلا سلاح برنده متاسفانه، عرض کردم اون بخشی که باید بهش توجه میکردن نکردن، ولی در درون متوجه شدن، گفتن آقا اینا اگر دوباره بیان فعالیت کنن اینا در واقع هم گذشته رو تداعی میکنن، هم روزهایی که مردم آرامش داشتن روزهای، پس بهتره که اینها رو خانه نشین کنیم. و بسیاری از بچهای خوب هنرمندا رو خب اینا اذیت آزار کردن، به دادگاه کشوندن که وارد اون بحث نمیشیم، طولانیه. ولی نکته ای که شما اشاره کردین راست میگید. من یادمه وقتی تغییر آنی چندی بار اینو نقل کردم، وقتی محاکمش میکنن، خب میدونی تغییر آنی دیگه حرف نمیتونست بزن، چندی پیشم فوت شد، یک جمله میگه خیلی قشنگه، حرفی میذاری، میگه آقا گوینده به تغییر آنی میگه آقا مثل هفتیر میمونه، بستگی داره کی داره اینو شلیک میکنه. واقعیت این
صدای خیلی برنده‌ایه. خب داریم با آقای مرتضی صحبت میکنیم. من ازشون خواهش کردم که ما یه مروری بکنیم در ایران، همون دور جام جم باشیم، میدان ارگ باشیم و خاطره داره برام مردم عظیم و یادشون بخیر. و یکی دیگه از کارا رو اگر موافق باشید حالا این تصاویر رو ببینیم، بعد از بابک جان خواهش میکنم اون یه پول خروس هم حتما ببینیم، چون چهره بدیزاده رو ما میخوایم ببینیم، جوانان ببینن که این آقای بدیزاده که این همه ترانه‌های قشنگ خونده، عید میشد ترانه‌های خوب میخونه، البته خیلی سختی کشید، ولی در برنامه رادیو به خصوص در برنامه صبح جمعه شما رادیوی دفترچه‌ای داشت، نام همه هنرمندا بود، اصلا تاریخ تولداشون رو میدونست، خیلی اطلاعات وسیع داشت. چقدر مرد نازنین، خیلی مرد نازنین، منظورش که محفل هنرمندان بود. میدونی که خانم بانو مرضیه از دولای ملک پرویز یا عقلی، حتی خیلی جلوتر بریم به سن سال موجود، داریوش رفیعی اصلا تو خونه این بوده، این داریوش رفیعی این بچه خودش میدونست. بدیزاده خیلی به هنرمندا خدمت کرده، روان شاد باشه. بابک جان میرویم و اون یکی یه پول خروس رو میبینیم که آقای مرتضی عزیز ما مرتضی خان برجسته پشت پیانو قرار گرفته، خواننده‌های دیگه هم هستند و خود بدیزاده هم حضور داره. بله به صورت لایو هم اجرا کرده. بدیزاده زنده. بله. بخیر و دیدن بدیزاده و اینکه خب هنرمندی رو تو اون سن و سال واقعا دعوت میکنم و در کنارش جوانترین هنرمندا که یکی شما بودین و خانم لیلا بود و شهره بود و بعد آقای سلمکی فرمون ویولون میزد، ویولون آقای سلمکی. بقیه البته اینا همه لایف در لایف تلویزیون اجرا شد. بله. همش همون زنده میخوندیم. بله. فقط آقای سلمکی رو یادمه که بله، ایشون ویولون میزه. بله. سلمکی هم از اون هنرمندان خیلی خوبی بود که در نوجوانیش در جمعه نرگس خیلی. بله. نرگس و سلمکی دیگه. بله نرگس سلمکی. بله یادش بخیر. آهنگای زیبایی هم داشت. بله. آهنگای خیلی قشنگ. بله آهنگای خوبی. یا نسیم اینا همه آهنگای خیلی قشنگ. یکی دو کارم موقع به جبلی داده بود. بله سلمکی. بله سلمکی یادش بخیر اون موسا. خب ما گفتیم که در اون حال هوا هستیم، عرض کنم که یادآوری کردیم. خب من معتقدم که خیلی از بینندگان ما، هموطنان ارجمند ما برمیگردن به اون روزها و جوان هم کنجکاو میشن، بزرگترهاش میپرسن که حالا اصلا بدیزاده خب نبود فراموش بشه، درسته نه. کتاب نوشته شده نه هیچ وقت، ولی باید در رسانه ها مطرح بشه. مرتضی جان من کتاب ببینی آدمایی هستن که اهل مطالعه هستن، کتاب باز میکنن میخونن، ولی تلویزیون رادیو خیلی مهمه که به مناسبت های یادآوری کنه این قضایا رو. خب ببینید این همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این آخرین برنامه‌ای بود که ما در ایران نوروز اجرا کردیم و ضبط شد و بعد از اون دیگه انقلاب شد و دیگه یه دو سالی هم من در ایران بودم بعد از انقلاب و خب متاسفانه هیچ فعالیتی نمیتونستیم بکنیم. هیچ، تمام نایت کلاب ها رو بستن، بعدن یواش یواش تمام دیگه جاهایی که میتونستن اینترتینمنت بذارن
و واقعا مستحصل بودیم. من نمیدونستم چی کار باید بکنم، من نوعی البته. بله درست. کسایی که در یک چنین رشته هایی فعالیت داشتن مثل هنرپیشه ها که اصلا دیگه فیلمی وجود نداشت اون موقع، حالا بعدا یه چیزایی بود که اونا ممنوع تصویر شدن، ما ممنوع صدا بودیم و اجبارا باید مملکتمون رو ترک میکردیم و میومدیم به امریکا یا هر جای دیگه. البته من به دبی رفتم بعد از اینکه برگشتم، که یه اقامتی در دبی گرفتم برگشتم دیگه اومدیم به امریکا، پاسپورت منو متاسفانه در اینجا فرستادیم تمدیدش بکنن و به من برنگردوندن پاسپورتمو. پاسپورت منو گرفتن و اجبارا ما مقیم امریکا شدیم و فعالیتمو اینجا شروع کردم و اون موقع احساس میکردم که من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فرد ایرانی وظیفه‌ای دارم نسبت به وطنم، نسبت درسته. به هنر مملکتم، نسبت به موسیقی مملکتم، موسیقی فولکلوری که دیگه اصلاً اجرا نمی‌شد. درسته. و آهنگایی رو باید می‌خوندیم و یه کاری می‌کردیم که اینجا یواش یواش شروع کردم و اولین کاری که کردیم یه سری آهنگای فولکلوری مثل دایا دایا و اینا بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت و یکی از کارهایی که واقعا بهش جزو کارنامه هنری خودم بهش افتخار میکنم یک سرود نوروزی، سرود بهار بود، درست کردیم به اتفاق 9 تا یا 10 تا از خواننده های دیگه ای که مرحوم ویگن هم اونجا بودن و یه سری خواننده های دیگه که من فکر میکنم این دیگه میتونه یک چیز جاودانه ای بشه برای نوروزها که یه سری از فوق العاده بود. اینو من دیدم بعد ولی باید الان باباکشان پخش میکنه. این فوق العاده بود کاری که انجام داد، یه کاری جمعی ولی زحمت. این اولین باری بود که این همه خواننده دور هم جمع شده بودن و یک کار دست جمعی اجرا کردن. خیلی جالب، خیلی خیلی جالب. ببینیم با هم الان. فردوسفرین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد. حاسدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان. دودهایت پرخروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و سوار، بربند ما همه از خاک توست، کار و کود ما ز خاک پاک توست. آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس فرین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. آ
بله واقعا یادش بخیر. این آهنگ رو آقای توفیقی من درست یه سال قبل از این که با این شعر که خانم همامی رفشار این شعر رو گفتم پخش بشه، با یه شعر دیگه ای خونده بودم که اونم در رابطه با نوروز بود، ولی یکم بوی سیاسی بیشتری داشت که میگفت در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست. اینو خونده بودم قبل از این پخش شد و بعد پیشنهاد دادم به آقای بیبیان بلی. که این آهنگ رو دو مرتبه خانم میرافشار اومدم و چقدر شعر زیبایی هم گذاشتن روی اینو و دست جمعی این آهنگ رو اجرا کردیم با خواننده‌های دیگه. بله چقدر به جا بود و چقدر واقعا باید قبول کنیم که یک هنرمندی مثل مرتضی هموطنان ارجمند بینندگان گرامی تا چه اندازه اعتقاد داره، این عشق دیگه علاقه داشته باشه در اون شرایط بعد یه همچین پیشنهادی بده، بعد خودش هم خیلی زحمت بکشه، بقیه هنرمنده همه بیان در کنار هم قرار بگیرن، به قول بچه ها تیمی این کار ارائه بدن که اینقدر مطلوب بود و به دل ها نشست. این تصویری شما این مال یک 13 نوروز بودش که مرحوم هستی هایده دوارشون شاد گلیه یحیوی ستار و فریده زولان اون یکی از برنامه های زیبای در قربت بود که ما در سیزده به در در منزل خانم هستی اجرا کردیم و فوق العاده خاطرش همیشه عزیز هستش. به 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 این تصاویر چقدر زیباست. بله آقای مرتضی هندی خیاط باشی هم با شما بود. بله ما یه کنسرتی داشتیم اونم اینا همه معمولا برای نوروز بودش. بله آقای معین هست، سرانک میرقهاری، آقای رافی خاچاتوریان، آقای معین، بله خانم معین، همه هستن، همه هستن اندی و گروس. به هر حال اینا زیباست، اینا خاطرات قشنگیه، ولی اون کار نوروزیتون فوق العاده بود. همون موقع هم که من یادم که رادیو بودم اینو پخش می‌کردیم راجع به خود شما مرتضی جان خیلی صحبت می‌شد که چقدر واقعا علاقه مند مرتضی، علاوه بر اینکه آقای مرتضی ما، حالا من اینو می‌خواستم بعدها بگم، همین اینجا اجازه اینجاش بگم، علاوه بر اینکه واقعا یک خواننده توانایی است که صدای دلنشینی داره، خودش ملودی های زیبایی خلق میکنه و شعر هم میگه، یعنی ذوق شعر گفتن هم داره. هیچ وقت البته تو گفتگوها به این مطلب اشاره نمیکنه، ولی وظیفه امثال منه که سوال کنیم یه هنرمندی مثل آقای مرتضی در این زمینه هم عرض کنم یه فعالیت میکنه، در حالی که رشته تحصیلیشون چیز دیگری است. الان هم هموطنان ارجمند شمایی که ندیدیم ما دیدیم در همین قربت واقعا یک خانه فرهنگ و هنری ایران ایجاد کردن که یک سقف شده، مکانی شده برای گردهمایی. این جز عشق به فرهنگ ایران، جز عشق به مردم ایران نبوده که مرتضی میدونم با چه سختی هم اما تونست با اون اراده‌ای که داشت این خانه رو برپا کنه. آقای توفیقی خیلی ها پول در میارن توی دنیا و عشق‌های عجیب غریبی دارن و دنبال یه چیزهای عجیب غریبی هستن. مثلا یه کسی میره مقدار زیادی پول میذاره یا آلبوم تمام درست میکنه، درست عشقشه، بله سکه درست، چوب پنبه درست میکنه، کبریت درست میکنه، اینا میخرن یهو مینی یارو تو خونش 2000 تا کبریت داره، بله درست. این اینا ارزش مالی، اون عشقیه که اونو ارضا میکنه. بله، و چیزی که منو ارضا میکنه توی زندگی که اگر واقعا میلیون ها پول هم داشتم، این عشقی بود که به فرهنگ مملکتم دارم. من نمیدونم این قدم کوچیکی که من تونستم برای فرهنگ مردمم بردارم چقدر مؤثر بوده و چقدر بعدها مؤثر هستش، ولی به هر حال اگه خیلی هم پول داشتم بازم من اینقدر چیزهای دیگه ارضا نمیکرد که بتونم برای فرهنگ مملکتم قدمی بردارم. من با سرمایه شخصی خودم این خانه فرهنگ رو احداثش کردم. خیلی برای من مشکله که من اینجا رو دارن به این بار رو به دوش میکشم. مردم باید حتما بیان این سقف رو نگه دارن، خودشون حفظش بکنن. من کلید اولیه‌اش رو زدم و چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که در همین لس آنجلس در قسمت پالاس وردس هم یک خانه کوچک ایران دیگه احداث شده. من خیلی خوشحال شدم و واقعا دارم میرم براشون برنامه اجرا کنم، با اینکه برای خودم این کارو نکردم که پول جمع بکنم برای خانه فرهنگ، ولی برای اونا دارم میرم این کارو انجام میدم، چون فکر میکردم که هنوزم فکر میکنم که
اگر میلیون ها خانه ایران در خارج از کشور درست بشه بازم کمه، در جاهای مختلفه. اینا باید با هم متحد بشن و اینا فرهنگ ایران رو حفظ بکنن. چیزی نیست که من درسته اولین بار بوده که بارها و بارها دوره هم نشستی بودیم، گروه های مختلف خانه ایران میخواستن درست کنن و متاسفانه نشده، ولی من با هزینه خودم در حد توانایی خودم یه سقف کوچکی درست کردم و امیدوارم که این سقف بتونم حفظش کنم و مردم بتونن کمک بکنن که این سقف حفظ بشه. من آقای توفیقی هیچ ابایی ندارم که در زندگیم برای فرهنگم، برای ملتم رو بندازم به مردم، برای زندگی خودم اگر گرسنه‌ام بخوابم امکان نداره برم بگم که یه کسی بیاد به من کمک کنه، ولی برای فرهنگم حاضرم برم گدایی بکنم، برای فرهنگ مملکتم و برای مملکتم هر کاری باشه میکنم. درود بر شما. غیر از این نیست، این عشق به همون فرهنگ، به همون هویت ایرانی است که شما رو من میدونم با چه سختی، ولی از اونجایی که عاشق این کار بودی بارها، خیلی از شخصیت ها، من خودم مرتضی جان یادمه در رادیو که بودیم خیلی ها نشست و برخواست داشتیم، برنامه‌های متعدد گذاشتن که بتونن خانه ایران درست کنن ولی ناکام بودن، موفق نشدن. و مرتضی برجسته هنرمند عزیز، اینه اونی که شاعر میگه عشق همه بهانه است، توست واقعا این عشق باعث شد که مرتضی عزیز خودش آستینا رو بزنه بالا و بگه آقا من میخوام خانه ایران رو درست کنم، خانه فرهنگ ایران درست شده، الان مکانی شده که ایرانی ها میتونن همدیگر رو ببینن، اونجا برنامه های متعدد اجرا میشه، تئاتر میذارن، بزرگ داشته اونجا برگزار میشه، تجلیل از شخصیت های فرهنگی و هنری. کار کوچکی نیست مرتضی عزیز ما، کار فوق العاده به نظر من با اهمیتی انجام داده که اون یک مکانی است برای گسترش فرهنگ ایران. برای فرهنگ ایران باید قدم‌های مثبتی برداشته بشه، ولی من مرتضی جان مطمئنم که هستن خیلی از شخصیت‌های ایرانی که حاضرن در کنار تو بایستن، کمک کنن که این خانه روز به روز باشکوه‌تر بشه. 100%، چون ایرانی واقعا استحقاق اینو داره که بتونه سقفی با عظمت داشته باشه. ما کسایی رو داریم که اینجا میتونن کمک بکنن و هیچ مسئله‌ای هم نیست براشون، ولی من امیدوارم که قدم جلو بذارن و بیان اونجا این سقف رو حفظش بکنیم. الان من دیدم آقای کارگردان برنامه دوتا بله چیز اثبات کوچیکی اومدن و این یک کار خیلی جالبی بود که باز هم عرض کنم خدمتتون که ما اصولا یک هنرمند، یک شخص در زندگیش مجموعه مسائلی که در زندگیش اتفاق میفته، مجموعه کارهایی که در زندگیش میکنه، کارنامه هنریش و کارنامه زندگیش رو رقم میزنه. درست. ما درسته که خب به هر حال من حدود 300 تا آهنگ خوندم در طول این 40 و چند سال که واقعا وقتی فکر میکنم که این 300 تا آهنگ چجوری رشد کردن، چجوری درست شدن، واقعا برای خود من خیلی عجیبه. البته خب خیلی خواننده های دیگه هم داریم که خیلی بیشتر از اینم خوندن، ولی 300 تا آهنگ خیلی، من حدود 150 تاشو در خارج از کشور خوندم. بله. از این مجموعه 150 تا طبیعتا تعدادش بوده که خب برای امرار معاش بوده. بله. و حالا برمیگردم به همین قضیه که همین آهنگا چقدر مؤثر بوده در بعد از انقلاب که میرفته در داخل ایران و چقدر مردم مشتاق شنیدن همینا بودن در شرایط خاصی که مملکت ما داشته، ولی تعدادی از آهنگهایی رو اجرا کردم که شاید حدود 10 تا باشن که این رو به صورت سرود، به صورت پیام و چیزی که در اجتماع ما الان کمبودش حس می شده و باید این پیام به داخل ایران می رسیده اجرا کردم و یکی از اونا آهنگ به اسم حقوق بشر، Human Right، و این آهنگ حقوق بشر رو که خانم پروین باوفا شعر آهنگش رو درست کردن به اتفاق خانم شیفته خوندیم که البته یه حقوق بشر هم مرحوم سخایی بله اجرا کردن. آقای منجو خانم سخایی خدا رحمه، واقعا من برای شخصیت ایشون خیلی خیلی احترام قائل هستم، قائل بودم و احسان با غروری بود حالا بماند، ولی این آهنگ Human Right رو اینو من میتونم باز هم با افتخار جزو
کارنامه هنری بزنی. من فوق العاده است. با امینم ببینیم بابک جان حقوق بشر. اگر من سفیدم سیاهی تو گرد، اگر رنگ روز سرخ یا آن که زرد، اگر من زنم هم تراز تو مرد، اگر کودک فقر و فرزند زر، همه از تبار زمین جنس خاک، همه عضو یک پیکر از یک گوهر، نماند دگر عضوها را قرار، جزوی به در آورد قهر در. آزادی قلم، آزادی زبان، آزادی سخن، آزادی مرا، بحر کسب آزادی، صلح و سازش آبادی، محکوم باید گردد زندان شکنجه اعدام، مسلمان و هندو و زن پشت شیندو، بهایی و بود و مسیحی و ابرو، تو در هر مرام و هر اندیش راز نجات و بقا و رهایی بجو. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میگیم، تو در هر مقام و به هر پیشه ای، اگر کارگر یا سپه پیشه ای، ز هر قوم و بوم و نژاد و زبان، ز هر باور و کیش و اندیشه ای، چرا در پی زجر و آزار هم، چرا ریشه خیش را تیشه ای، که با همچو گلهای رنگین ز خاک، هزار شاخلی هم تن و ریشی. آزادی بشر در شبت مرام ما، آبادی جهان پیشه مدام ما، سازش و برابری گر شبت شعار ما، آخر اهرمن شبت آجزان رام ما، رسد آن که روز نباشد نیاز برای رهایی به جنگ و ستیزی، برای نشستن سر سفره خوان نباشد نیازی به رزم و به مرزی. آن ای بشر، بشر ببین، ببین چه ها کشیده ای، رنگ صلح و سازش و صفا ندیده ای، اسبه هزاره ها نبرد با عبر من، ها به آرمان اهور مزدا رسیده ای. ها ای بشر، بشر ببین، ببین چه ها کشیده ای، فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. این یکی از کارهای زیبایی بود که ما در طول این 32 سال انجام دادیم، یکی از اون کارا بود. بله، البته تمام آهنگای من مثل بچه های من هستن، هیچ فرقی نمی کنه. من واقعا
تمام اینا وقتی که پخش میشه انگار که اینا رو آبیاری کردم، پرورششون دادم و این آهنگا رو دونه دونه اجراش کردیم. فکر کنی شما 300 تا بچه داشته باشین، خیلی زیاده و بعضیاشون خب عزیزترن بعضیاشون، ولی خب آقای مرتضی جان واقعا این رو شاید هموطنان ما نمیدونستن. چه خوب شد بهش فقط اشاره کردی 300 اثر آدم اجرا بکنه، اونم با همه فراز فرودهایی که در زندگی طی کرده، اونم با همه گرفتاریایی که غربت داره، ولی این مهمه که اون عشق نهیب میزنه که مرتضی جان نوروزتو فراموش نکن، حقوق هموطنان تو داره پامال میشه، اونو فراموش نکن. پیام جهانی بود در همین آهنگی که شما خوندید، مخاطب فقط هم مردم ما نبودن، دنیا بود. چقدر هم زیبا کار کرده بودین. عرض کنم که ما دارم به ساعت نگاه میکنم، با آقای مرتضی برجسته عزیز میتونیم ساعتها گفتگو کنیم. هنوز ما در اول جاده بودیم، هنوز نتونستیم به وسط جاده هم برسیم. میخوام خواهش کنم که گفتنی زیاده در خدمتتون باشیم. در یک چنین شرایطی قرار میگیره، مخصوصا یک همچین فضای برنامه و شما هم هستین، آدم مثل این که خیلی دلش میخواد حرف بزنه، خیلی دلش میخواد نگفته ها رو بگه. من اگر ولم بکنن شاید ساعتها بتونم اینجا بشینم و حرف بزنم و بگم که واقعا چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی پشت صحنه میفته و چه احساسی در دل من هستش که بتونم ابراز کنم. مثلا همین آهنگایی که تعداد زیادیش که حتی ما برای بازار میدادیم، چقدر مردم مشتاقانه منتظر اینا بودن سال به سال که به دستشون برسه. من اینجا یادداشت کردم خیلی نکاتیست که باید با شما در میان بگذارم در مورد همین کارا و بعد تأثیری که این نوع کارها گذاشته در نسل جوان ما. چون وقتمون تموم شده این قسمت رو خداحافظی میکنیم، بعد برنامه بعد با آقای مرتضی برجسته خواهیم بود. اینجا باید تشکرم بکنم از بابک عزیز، کارگردان فوق العاده گرامیمون که همیشه همیار بودن و همکار خیلی صمیمی و خوب. به هر حال خیلی خوشحال شدیم. تا جلسه بعد دیدار دیگه که در خدمت شما باید باشیم. خیلی مسائل هست، نکته هایی است که بازگو نکردیم، باید اونها رو با بینندگان ارجمند قسمت کنیم. قربان شما تا برنامه آینده. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آینده ایران بدانید. سبز عشق و آغاز و انتهایی، صدای تو معراج پرنده های عشق. این از شکست من نیست، صدای عشق. میترسم میترسم از بی تو جون سپردم، میترسم میترسم اگه زخم تمام خنجر هاست، با من اگه درد تمامی دنیاست. عشق کوچک من ای ماهی خسته، قلبم اگه قلبی به وسعت دریاست. واسه پر پر زدنم گریه نکن گریه نکن، واسه ویرون شدنم گریه نکن گریه نکن، واسه من گریه نکن، واسه من گریه نکن.
شدن تو شعر یک آوازه، مرگ عاشق سفری به شکل یک پروازه، قصه بودن من حدیث برگی در باد، طعم تنهای من به تلخی یک فریاد، اگه با من غربته همه ی پلنگش، خنده ماه و قشنگش، موهای خرمای رنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، جلوی لوله تفنگش، منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با فشنگش، بزن اونو با فشنگش.